به یاد فرزند دلاور گیلان غرب، اردلان قاسمی. اردلان جوان 34 ساله‌ای بود که چند سال پیش برای کمک به معیشت خانواده‌اش از گیلان غرب به تهران آمده بود و در یک شرکت تعاونی مسافربری کار می‌کرد. اما به خاطر بیماری مجبور شد کارش را ترک کرده و به زادگاهش برگردد. اردلان این جوان با غیرت و پاک نیت که با تمام وجود ظلم حکومت در حق مردم را لمس کرده بود، با شروع قیام سراسری 1401 در کرمانشاه فعالانه در اعتراضات شرکت کرد. او حتی مدتی برای ادامه فعالیت‌هایش به تهران رفته و در اعتراضات شرکت کرد. در اعتراضات تهران یک بار با گلوله ساچمه‌ای مزدوران زخمی و دستگیر شد. بعد از آزادی دوباره به کرمانشاه برگشت. شب 19 آبان 1401 که به همراه دوستش در بولوار طاق‌بستان کرمانشاه شعار می‌نوشتند، توسط مزدوران خامنه‌ای به رگبار بسته شده و هر دو زخمی شدند. سه گلوله به کتف، کمر و کشاله ران اردلان اصابت کرد. در بیمارستان هیچ کس به اردلان رسیدگی نکرد تا اینکه در اثر خونریزی شدید در راه آرمانی که در آن قدم گذاشته بود پر کشید و رفت. مزدوران حکومت بعد از شهادت اردلان با خانواده‌اش تماس گرفته و به دروغ اعلام کردند که او در اثر تصادف زخمی شده است. وقتی خواهرانش به بیمارستان مراجعه کردند، بعد از کمی سردماندن با خونسردی گفتند که اردلان فوت کرده است. فرمانده مزدوران امنیتی در مقابل اعتراضات خواهرانش اعتراف کرد که اردلان را به خاطر شعار علیه حکومت به شهادت رساندند. نیروهای سرکوبگر خانواده را مجبور کردند تا تعهد بدهند که فرزندشان نه با گلوله مزدوران خامنه‌ای بلکه در اثر تصادف جان باخته است. آنها حتی بیرحمی را به اوج رسانده و برای تحویل جنازه از خانواده داغ دیده 16 میلیون اخاذی کردند. حتی از برادر بزرگترش خواستند که با تلویزیون حکومتی مصاحبه کرده و علت شهادت اردلان را تصادف اعلام کند. او در اثر فشارهای مزدوران اطلاعات سکته کرد، اما این درخواست رذیلانه را نپذیرفت. عاقبت در روز 21 آبان 1401 پیکر اردلان را در آرامستان تاقیل گیلان غرب در میان انبوهی از مردم زادگاهش به خاک سپردند. به خانواده اجازه برگزاری مراسم خاص اهالی گیلان غرب را ندادند و حتی اجازه فیلمبرداری هم ندادند تا این قهرمان با مرگش از یادها برود. اما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. اردلان نمرده است، او در فریادهای جوانان برای آزادی زنده است. لاسمانی ملبند که لمر امر لجیباران خوی نباره